بلافاصله بیانیه 5 صفحه‌ای اما اگر گذاشت که عملا مراودات بانکی اتفاق نیفتاد مگر در مقیاس‌های کوچیک. من اعتقاد دارم هم مسئولین ما هم اون و جمهوری خواه تو آمریکا مجبورن یه سری حرفایی بزنن برای مصرف داخلی. من خیلی از این حرفایی که اینا میزنن اصلا قبول ندارم، ولی اینا مجبورن این حرفا رو بزنن به خاطر یه سری فشارهایی که بهشون میاد و تعجب میکنم که چرا دولتی‌ها میان اصلا این حرفا رو اینقدر میزنن، در صورتی که به نظر میاد مسیر برجام داره درست انجام میشه. یعنی هم ما از این ور به تعهداتمون عمل میکنیم، هم اونا دارن به تعهداتشون عمل میکنن. و اینکه ما فکر کنیم بعد عهدی کردم، هنوز نمیتونم بفهمم این بعد عهدی کجا بوده، ولی بعد تعجب میکنم چرا دولتی‌ها میان این حرفا رو میزنن. و اعتقادم برای اینه که اینا مجبورن انگار این حرفا رو بزنن برای مصرف داخلی و به خاطر اینکه حالا یه عده خوششون بیاد از این حرفا، به خاطر کارهای دیگه شون باید یه چیزایی بگن. من نمیتونم بفهمم این حرفا یعنی چی. حالا اینکه بانک مثلا انگلستان، بانک بزرگ فرانسه، حاضر نیست با ایران مراوده برقرار بکنه، قوانین فروشویی فقط اون نیست، مسائل امریکا یه سریش اون هست که حالا نگرانن اگر با ایران رابطه برقرار کنن تو جزء تحریم‌های امریکا برن، که امریکا اعلام کرد ما این کارو نمی‌کنیم. ولی از اون قوانین فروشویی که ما نداریم، ما همه چیز خودمون داریم گردن دیگران میندازیم، چیزایی که خودمون داریم. حالا من خیلی ریز اطلاعات ندارم که بخوام وارد جزئی بشم، ولی کلیاتش به نظر من مثبت بوده و به نظر من داره خوب پیش میره این قضیه. خیلی خوب، این رو متوجه شدم. یا مثلا همین تفت درست میگم یا فتف، FATF بله. درست یاد آقای جنتی افتادم، FATF بله. این مثلا خب این چیز بدی نیست و بالاخره انقدر دنیا کوچیک شده و ارتباطات گسترده و زیاد شده اصلا قابل کنترل نیست، یه سری قوانین بانکی لازمه باشه که باز همین جلوی این پولای این گونه گرفته بشه دیگه. خب اینو یه جوری دارن جلوه میدن که اصلا انگار مثلا این چیز جاسوسی عظیمی، ما هم داریم میریم که تمام اطلاعات شهروندانمون رو در اختیار، مثلا اینجوری نیست. یعنی تو دلش که میری اصلا چیز لازمیه، باید باشه، به نفع خودمون هم هست که ما هم بتونیم پولایی که تو ایران میاد و کنترل بکنی. نه متاسفانه با یه نگاه بدبینانه چیز میکنن و غیر تخصصی. من اعتقاد دارم خود مدیران ما بعضی این تخصصا رو ندارن، نمیدونن چی به چیه و اون یه خورده اشکالات مدیریتی خودمون هم هست. حالا یه سوال دیگه، البته نمیخوام بگم اونور همه چی درسته ها، اونور هم میتونه یه سری چیزای اشکالاتی وجود داشته باشه، ولی ما باید متخصص بشیم بریم باشون گفتگو بکنیم دیگه. یعنی بعد بر اساس منافع ملی عمل بکنیم. این که ما دائم دشمن دائمی داشته باشیم، هر چیز رو با توته نگاه کنیم، اصلا ما میگیم آمریکا بدکارتری، نمیدونم روسیه مگر کمتر از اینا هستش. انگلیسی‌ها یه ضرب المثل دارن، ما دوست و دشمن دائمی نداریم، منافع دائمی داریم. این حرف خیلی درسته، ولی ما دوست و دشمن دائمی داریم و به منافع خودمون همیشه ضرر زدیم. به تنها چیزی که فکر نمی‌کنیم منافع خودمونه. به نظرتون در این حوزه، حوزه رسانه‌ها، حوزه زنان، حوزه حقوق شهروندی، حوزه ورزش، اینها کارنامه دولت جدید چطوره؟ ببینید من در کل اینو می‌خوام بگم که متأسفانه اجازه دولت... اجازه این کلش نکنیم، بیایم یک به یک شما رو میگم مشکل اصلی می‌خوام بگم کجاست. من خیلی امیدی ندارم به آینده، یعنی اینکه فکر کنم که الان با اومدن آقای روحانی خیلی اتفاقات خوبی میفته، حالا این دغدغه‌هایی که شما نام بردین همه اینا داره به سمت حل شدن میره و حداقل به سمت بهتر شدن میره. تو بعضی جاها بله کارهای خوب شده، تو بعضی جاها نشده. مثلا حوزه ورزش، نه ما اصلا راضی نیستیم و من معتقدم که وزیر ورزش موفق نبوده، عملکرد خوبی نداشته و انتظار این بود که با این مجلس جدید، چون من دیگه نسبت به ورزش به مصطلح کارشناس میتونم صحبت بکنم، ارتباطاتی هم دارم با تمام جامعه ورزشی و بالاخره نظرات اونا رو هم دارم، انتظار این بود که مثلا با تغییر مجلس، حالا دیگه دست آقای روحانی بازه و هر وزیر رو که دلش میخواد، چون دو مجلس قبلی دست آقای روحانی باز نبود، هر وزیری که آقای روحانی میخواست اونا تصویب نمیکردن، اونا وزیری میخواستن که بیشتر تو خط اونا حرکت بکنه یا ناموفق باشه که دولت پیروز نباشه، مثلا تبلیغات خوبی برای دولت نشه به خاطر عمل کرده خوبش. ولی دیگه دو مجلس جدید این مشکل رفع شد و آقای روحانی میتونست وزرای بالا من میگم وزیر ورزش، ولی به هر حال چه داده از وزرا هستن که عمل کرده مثبتی نداشتن، اینا رو تغییر بده. بالاخره تو این فاصله یه ساله باقی مونده تا انتخابات بعدی به دغدغه این جوامع و اقشاری که با این وزارت خونه ها سر کار داره توجه بکنه. زنان چطور؟ زنان هم من اونقدر راضی نیستم، یعنی ما انتظارمون از آقای روحانی بیشتر بود. ببینیم به عنوان مثال الان شنیدم استاندار، حالا فکر کنم استان خراسان جنوبی یا یه جای دیگه، یه معاون زن معرفی کرده که حکم برش بزنه وزارت کشور، معاون نیرو انسانی، نمیزنه وزارت کشور. چرا؟ احتمال من دیگه دارم حس میزنم، چون از مثلا بر اساس تجربیات قبلی و دانستای قبلی، چون آقای استاد هاشمی استاندار سیستان بلوچستان تعداد زن رو به عنوان فرماندار، مدیر کل، به عنوان مدیران عالی منصوب کرد دیگه،
علما اعتراض کردن که زنان نباید مثلا فرماندار باشن و بعد حالا وزارت علما علنا اعتراض کردن اینو. آره خیلی علنا اعتراض کردن، خیلی اعتراض کردن به این قضیه. بعد از اون دولت آقای روحانی حکم زنا رو نمیزنه به عنوان فرماندار، به عنوان معاون استاندار نمیزنه. آخه یعنی چی؟ یعنی اسلام مخالف با مدیریت زنا که نیست. ما تو قرآن داریم سوره سبا که قرآن در از پادشاهی و مملکت داری بلقیس تعریف میکنه، نداریم هیچ پادشاهی که قرآن تعریف کرده باشه، یه زن رو داره ازش تعریف میکنه. اونم در بالاترین سطح مملکتی، یعنی الان زن میتونه از لحاظ قرآن اسلام رهبر بشه، رئیس جمهور بشه، همه سمت هایی میتونه داشته باشه. وقتی آدم وقتی رئیس مملکت ازش تعریف میکنه قرآن، دیگه بقیه سمت ها که دیگه زیر مجموعه این قرار میگیره. بعد آقای وزیر کشور، وزارت کشور حکم این خانم معاون رو نمیزنه. چرا؟ من حالا حرف میزنم به خاطر اینکه نگرانه دوباره مثلا تعدادی اصولگراها نمیدونم علما نگران بشن اعتراض بکنن. خب بکنن، بالاخره وقتی چیزی که خلاف دین نیست، خلاف اسلام نیست، ما انتظار داریم دولت آقای روحانی مایه بیاد و مقاومت بکنه و نذاره هر چیزی که اونا میخوان که غیر اصولی انجام بشه. به حاضر رسانه ها چطور؟ رسانه ها بالاخره ما میبینیم توقیف رسانه ها کل بخش همینطور هستش، یعنی یک تعاملی هست. مثلا حکم مدیریت زنا رو میتونه بزنه، خب بالاخره وایس پاسو خوب باش. همینجوری که مثلا تو برجام استادین مقاومت کردیم، برجام امضا شد، بالاخره خیلی جای دیگه بعد وایس مقاومت کنید. آیا اون نگاهی که ایشون به فضای رسانه‌ای دارند و شاید کم نظیر باشه، صراحت ایشون در دفاع از آزادی مطبوعات، تجلیش رو ما در مهمترین حوزه که به این مربوط میشه وزارت ارشاد هم میبینیم؟ تا حدودی بله. من واقعا معتقدم وزارت ارشاد از حوزه‌های نسبتا موفق بوده. آره من عملکرد نه که بگم 100%، ولی عملکرد آقای جنتی رو تا حدودی جز وزرای موفق میدونم. ولی بگذاریم از یه مواردی، مثلا اون کنسرت مشهد که خود آقای روحانی هم اعتراض کرد و اینا، ولی در مجموع من موفق وزارت ارشاد میدونم. به نظرم قدم‌های خوبی برداشته. حالا شاید مثلا بعضی از مثلا تو اقشار مختلفی که حالا مخاطب وزارت ارشاد قرار میگیرن، رسانه‌ها، هنرمندا، سینماگرا، تئاتر، نمیدونم کتاب، بریم پای درد دلشون بشینیم، اونها مشکلاتشون زیاد باشه که هست، ولی در مجموع من ارزیابی وزارت ارشاد رو در مجموع تا حدودی موفق میدونم. یک سوالی که میتونه اینجا به وجود بیادش این هستش که ما در حوزه اقتصاد یک مشکلاتی داریم که بخشی از اینها، من اقتصاد خیلی سرم نمیشه، یعنی خیلی اقتصادی نیستم، اگرم صحبت بکنم عوامم تو این قضیه کلیگویی میکنم. اینکه بخوام ریز وارد اقتصاد بشم و اظهار نظر اقتصادی بکنم خیلی سرم نمیشه. من شما رو خسته کردم، اجازه بدین سوال آخرم رو با این تمام بکنم. نه خسته نیستم، یعنی خدا وکیلی میگم من اقتصاد آره. نمیدونم خیلی کلی حرف میزنم. بله سوال من این هستش که امروز شما با کسانی مواجه هستین که نسل آینده رو میسازن و نسل آینده هستن در واقع، تا مدتی بعد از شاگردی شما میان و اشتغال پیدا میکنن، بعضیشون اشتغال پیدا کردن و مسئولین آینده کشور هستن و شما به یک ارزیابی دارید. شما از در سنین دبیرستان وارد حوزه کار سیاسی شدیم، طبیعتاً انقدری که از یه دانش آموز دبیرستانی توقع است شاید بیشتر از اون، و در سالهای بعد هم اتفاقات دیگر افتاده. در مجموع فکر میکنید که شاگرداتون وقتی با شما صحبت میکنن و خود شما با آینده خوشبینید؟ نه. چرا؟ حالا اون پاسخو اینجا بدم. ببینید من فکر می‌کنم یه مشکل عمده‌ای که تو کشور ما وجود داره که تو دولت آقای روحانی هم داره تکرار میشه و همون نگاه وجود داره، مدیریته. یعنی مدیریت ما بر اساس شاخص‌های استاندارد نیست. ما بر اساس چی میایم مدیرامون انتخاب میکنیم؟ متعهد باشه، تخصص در مرحله بعدی قرار میگیره، نگاه امنیتی. اکثر مدیرای ما که تو نظام هستن یا حراستی بودن یا اطلاعاتی ان یا سپاه بودن یا بالاخره یه جایی، حالا نمیگم همشونا، ولی بالاخره تو سابقه شون که میری یا مثلا یه جوری با این چیزهای که تو نظام ما تعریف میشه ارتباط دارن. مدیرانی که لایقن بعد از مدتی که میان انقدر دچار افسردگی و سرخوردگی میشن به خاطر همین فشارهای بیرونی که براشون وجود داره، عملا کنار میرن. یعنی من میبینم که خیلی‌ها رو من میشناسم که میان میبینن کار دستشون بر نمیاد، اون ایده هایی که دارن نمیتونن، یعنی یه کار خوبم که انجام میدن چنان تحت فشار قرار میگیرن. مثلا ببینید پرونده سازی الان یه چیز مهمه تو نظام سیاسی، برای مدیران دائم داره پرونده سازی میشه. خب این مدیر جرئت نمیکنه کاری بکنه، یه کارم بکنه انقدر دشمن داره براش پرونده سازی میکنه، و این پرونده سازی یه چیز پسندیده است، بعدن جواب میگیره، یعنی میره موفق میشه که اون مدیر رو سرنگون بکنه. ما خیلی از اینا میبینیم. مدیران ما یه نگاه امنیتی داره. مثلا ما الان وزیر داریم که پرونده میسازه برای مدیرانش قبل از اینکه اونا رو منصوب بکنه، تو سیستمش خبرچین گذاشته، تو تمام تشکیلاتش
اصلا نگم شما داری مثال ذهنی میزنی؟ نه واقعیه، دارم واقعیت رو دارم میگم، چون من اینا رو اطلاعات دارم که دارم میگم. بعد مدیر رو که میخواد منصوب بکنه اول میره براش پرونده درست میکنه، حالا واقعی و غیر واقعی. چرا؟ چون خودش از این کمیته های بازسازی در اومده، ببخشید پاکسازی، در ابتدای انقلاب تو کمیته های پاکسازی بوده که استادا رو اخراج میکرده تو شورای عالی انقلاب فرهنگی و تو دانشگاه ها. وزیر آقای احمدی نژاد صحبت میکنه؟ نه خیر، من در مورد وزیر آقای روحانی دارم صحبت میکنم. خودش تو اون کمیته پاکسازی بوده که استادا رو اخراج میکرده، اون نگاه امنیتی هنوز همراهشه، استاد دانشگاه شده مثل همه وزرای ما. بعد تو تمام تشکیلات زیر مجموعهش خبرچین گذاشته، اونا خبر براش میارن که داره مثلا تو فلان تشکیلات فلان مدیریت فلان اداره چه اتفاقی میفته. وقتی مدیرش اون حرف غیر کارشناسیشو عمل نمیکنه، با پرونده‌ای که از ابتدا براش ساخته مجبورش میکنه به استعفا یا اخراجش میکنه اگر بتونه. یعنی نگاه اینه، من توی وزارتخونه میدونم اینو که دارم بهتون میگم، نگاه امنیتی، نگاه واقعی و تخصصی نیست. ببینید از اون طرف مدیر خراب میکنه و همون میذاره میشه جای دیگه. خب اگر مدیر خوبه، خب هم سر جای خودش بمونه، ثبات مدیریت باشه، بتونه اونجا رو پیش ببره. میذاریم خراب کرده، میذاریم یه جای دیگه میذاریمش، خراب می‌کنیم میذاریمش یه جای دیگه. شما بشرخین تو همین مدیران آقای روحانی، چند تاشون تکراری قبلیه؟ خب با آدمای چرخش نخبگان میخوام بگم وجود نداره. شایسته سالاری به معنای واقعیش خیلی اندک اتفاق میفته. خب من فکر می‌کنم ما یکی از مشکلاتمون که دوران آقای روحانی هم اون انتظاری که وجود داره که مملکت پیشرفت کنه، مشکلات حل بشه، نمیشه. بخشش نمیتونه بگیم همش حکومت و فشارهای حکومتیه، بخشش به خاطر اینکه نگاه واقعی و علمی به مدیران ما وجود نداره، در انتخاب مدیران وجود نداره، نخبگان انتخاب نمیشن، چرخش نخبگان وجود نداره. وزیرامون نگاه بکنید، معاوناشون نگاه کنید، چند تاشون تکرار قبلیان؟ یعنی اصلا ما می‌بینیم که این چرخش نخبگان اتفاق نمی‌افته، خیلی معدود اتفاق می‌افته. خودشون هم میگن جواب نگرفتیم، مثلا فلان وزیر که قدیم موفق بوده الان دوباره آوردیم جواب نداده، یعنی اون شرایط قدیمو نداشته که بتواند اون کارا رو شکوفایی و اون اقتصاد پر رونق اونا رو مثلا ایجاد بکنه. این اتفاقات نمی‌افته. من معتقدم ما باید بریم به طرف شایسته سالاری، استانداردهامون باید عوض بشه، استانداردهای نظارتیمون باید عوض بشه. نظارتای ما شده همه چیزای امنیتی، پرونده سازی، این نماز می‌خونه؟ بله نماز خوبه بخونیم، ولی کی مثلا حضرت علی را میگفتن که نماز نمیخونده، خوادش که حضرت علی رو کشتن. یعنی خیلی چیزا رو توهمات پرونده سازی برای آدماست. آدمای شایستمون رو فوری براشون همچین پرونده‌ای میسازیم، میذاریمشون کنار. بالاخره این چیزا چیزای شخصی آدماست. یعنی تو خونه ما بعد تو خونه آدمو ببینی که طرف الان نماز میخونه یا نمیخونه. همه نماز خونن، همه مؤمنن. اگرم نمیخونه ما یه کاری کردیم اینو از دین دورش کردیم. استانداردهای مدیریتی کشور ما باید عوض بشه. شایسته سالاری واقعی باید باشه. نظارتامون، کدوم نظارتمون مستقله؟ ما نظارت مستقل نیاز داریم تا بتونه مستقل قضاوت بکنه. ما نظارتامون خودشون یه طرف دعوان، یعنی خودشون زینفن تو کاری که انجام میدن، تو کار نظارت. خب این غلطه. من حالا خودم چون تو کار اجرا بودم، الانم تو کار اجرا هستم، اینا رو قشنگ لمس میکنم. متاسفم که اینو بگم، ولی دور و بر خودم هم که میبینم کسایی که دروغگوترن، کسایی که هیله‌گرترن، کسایی که ریاکارترن، کسانی که در حال تظاهر و پاچه‌خواری و تملقن، اونا موفق‌ترن. مدیرانی که یعنی موفق از این نظر که باقی میمونن و در کمال بی‌عمل کردی، ولی اینا باقی میمونن. کیا میرن کنار؟ اونایی که واقعا دلسوز بودن، اونایی که دوست داشتن کار بکنن، اونایی که فکر بر کار کردن داشته باشن، اونایی که مدیر بودن، مدیر واقعی بودن، اونا مجبورن هی برن کنار دونه دونه، منزوی بشن یا همچین آدمایی باقی بمونن. سیستم تو این پایه باشه بعد آره، تک و توک آدما نمیتونن تاثیرگذار باشن. مدیران خوب داریم، کم هم نداریم، ولی اینا در اقلیتن. به نظر من اصلا که سیستم مدیریت ما، نگاهمون به مدیریت، استانداردهای مدیریت رو ما تغییر بدیم، من فکر کنم یه جهش خیلی خوبی میتونیم بکنیم. بخشی از مشکلات ما تو اینه که ربطی هم حالا به حکومت، سپاه، بسیج نمیدونم اینا به نظر من نداره. تو دولت آقای روحانی هم این اتفاق افتاده، دولت بعدی هم بیاد این اتفاق میفته. بسیار سپاسگزارم. اینا فقط شهامت داشته باشه اینا رو واقعا یه جوری بیاد به سمت دگرگون کردنشون.